مقامات قضایی شهر دوربان در آفریقای جنوبی تحقیقات خود درباره حمله به مسجد شیعیان این شهر را ادامه می دهند. به گزارش شیعه و نقل از خبرگزارهای آفریقای جنوبی در همین راستا دادستانی کل این کشور از فرد متهم به بمبگذاری در مسجد امام حسین علیه السلام در شمال این شهر درخواست کرده نمونه صدای خود را در اختیار مسئولان بگذارد آنها قصد دارند نمونه صدای او را با صدای تماس تلفنی که پس از این حمله انجام شده بود مقایسه کنند فرهاد هومر، مزنون به ارتباط با سنی های تنرای داعش متهم به برنامه ریزی برای حمله به این مسجد شیعیان در سال 2018 است در جریان این حمله محمد عباس صبح امام جماعت این مسجد به شهادت رسید و بخشی از مسجد به آتش کشیده شد چند روز بعد یک وسیله انفجاری در ساختمان مسجد پیدا شد در پی این حمله هومر و یازده مزنون دیگر دستگیر شدند آنها با اتهامات گوناگونی از جمله قتل تلاش برای به قتل رساندن افراد و خرابکاری روبرو هستند